توی این ویدیو میخوایم ببینیم ایده های موشن گرافیک رو از کجا پیدا کنیم. با من هم سلام بچه ها، من نهال هستم و اگر هنوز عضو تیم نهال شدی حتما یه سر به پیج بده. خب بچه ها، توی این پست میخوام بهتون بگم ایده های موشن گرافیک اصلا کجا میتونید پیدا کنید یا از کجا میتونید ایده بگیرید که به ذهنتون مثلا حالا کار جذابتر برسه که نمونه کارهای بیشتری داشته. خب پس همین الان این پست رو یه لایک بکن که من یه انرژی بگیرم و بریم سراغ این کار ببینه از کجا میشه بده. خب بچه ها، جدای خود این اینستاگرام که میتونید پیجایی که موشن میسازن رو فالو کنید، حالا چه فارسی چه انگلیسی یا حالا هر زبون دیگه ای که ازشون ایده بگیرید، یه سری سایت هم هستن به اسم بیهنس یا حالا این اپلیکیشن هم داره، میتونید موشن گرافیک رو توش سرچ کنید و ببینید که آدم های مختلف ایده های مختلفی در مورد موشن گرافیک داشتن که میتونید ازشون استفاده کنید. اما یکی از ساده ترین راه های اینه بچه ها، یه سایت هایی که وکتوری، فایل وکتوری دارن مثلا فیلیپی، یه المانی رو سرچ کنید مثل کاراکتر خب، یا مثل پلنت، هر چی که دوست دارید. ببینید بچه ها، اینجا یک عالم بهتون کاراکترهای مختلف میده و برای اینکه مثلا خیلی بهترم و دقیقتر در واقع کارتون سرچ کنید، میتونید بزنید مثلا وکتور که حالا یه سری آبجکت های ساده تری رو بده. خب بعد در مورد هر کدوم از اینها فکر کنید بچه ها، ببینید مثلا دارن چی کار میکنن. خب مثلا توی این عکس اینجا سه تا خانم هستن که دارن با کامپیوتر حالا مثلا پشتیبانی میشه. یه داستان کوتاه توی ذهنتون در بیارید، مثلا این میتونه برای موشن گرافیک یه سایتی که پشتیبانی آنلاینش رو میخواد توضیح بده خیلی چیز خوب باشه. مثلا دستاشون رو اینجوری حرکت بدن، یعنی دارن تایپ میکنن، بعد از اون بر مثلا یه سری وایس بذارید که مثلا اینا دارن حرف میزنن و سرشون هم تکون بدید که مثلا اینجوری دارن صحبت. خب و ببینید چقدر نمونه مشابه این هست که شما میتونید هر کدوم از اینا رو بگیرید و بعد روش کار کنید. و قسمت مهمتر از حرکت اینها، ببینید این خودش میتونه یه موشن گرافیک جذاب باشه، حرکت های خیلی خاصی هم نداره، یه سری تکنیک همون کاراکتره که شما یک دو سه تا حرکت بهش بدید این کاملا اون موضوع رو بهش میرسونه. خب و حالا موضوعات دیگه، مثلا چی؟ مثلا این بچه ها، ببینید هر کدومشون دارن یه حالتی حرکت میکنن، اینا خودشون تو فایل همینطور هم ببینید فایلشون EPS یعنی لایه بازه. خب اینا رو میتونید ببرید تو Illustrator، مثلا همین بچه رو فایلش رو جدا کنید، پاهاش رو مثلا صاف و صوف کنید که انگار وایساده، بعد یه هو حرکت کنه مثلا تفنگش رو میاره بالا. بچه ها برای هر موشنی یه داستان تعریف کنید برای خودتون، یه داستان کوتاه، یه فکر بکنید ببینید اون کاراکتر چی کار داره میکنه، چه حرکتی بهش میاد و همون رو توی افتر افکت شبیه سازی کنید و بسازید. این میشه یه موشن گرافیک ساده. ایده های موشن گرافیک بچه ها به همین سادگی در بیاد. نمونه دیگر هم با هم ببینیم، مثلا این میوه. خب ببینید بچه ها، اینا مثلا سبزی و میوه و اینا، خب میتونید یه قابلمه پیدا کنید، اینا مثلا را برن بعد برن بیافتن توی قابلمه. خب همینطوری، یعنی به همین راحتی میشه داستان های مختلف درست کرد. یعنی این یه دونه رو ببینید، مثلا این پروانه روشه، خب میشه این پروانه رو اینجوری حرکت بده، حرکت بده بیاد بشه روی، بعد اینجوری ترجمه. اصلا کار سختی نیست، فقط کافیه که فکر کنید ببینید که پشت اون عکس چه داستانی میتونه باشه. همین راحتی، امیدوارم از این پست خوشتون اومده باشه بچه‌ها. نکته خیلی مهمی بهتون گفتم ولی خیلی نیست. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی.